سلام و صد سلام به دوستان خوب و با مرام. حالا احوال تو چطوره؟ سر دماغین؟ ایشالله که تو این وانفسای کرونا، ویروس کرونا و ویروس ولایت دست و پاگیرتون نشن. آره، عرضم به حضورتون که یارو شیخ فری بعد چند ماه کوبیدن بر تبل بازگشایی روز شنبه تو صداد کروناش مغیر اومد که بازگشایی های فعلی دلیل پیک دوباره کروناست. ملاحظه فرمایین، اون اقدامات باعث شد که ما بگیم کسب و کار در استانها در 23 فروردین آزاده و در تهران در 30 فروردین آزاده و از 26 فروردین باز این مرگ و میر 3 تبدیل شد به 2. از 26 فروردین 2 این روند ادامه داشت، 2 همین 2 بود تا رسیدیم به 25 خرداد. 2 ما از 2 برگشتیم به سمت 3. شیخ فری مجبور مغیر بیاد که با این سیاست های فعلی و گلهی مردم به کشتن دادن. حالا ملاحظه بفرمایین که به جای دست کردن تو جیب نامبارک و تأمین یک زندگی بخور و نمیر برای قرنطینه کردن مردم چه نسخه‌ای میپیچه؟ پس اجتماعات کلن ما باید ممنوع کنیم. حالا این رو اگرم لازم هست کمیته اجتماعی ما مجددا بررسی کنه. به نظر من در سراسر کشور مراسم رو، مراسمی که توش اجتماع هست، ممنوع کنیم. حالا چه عزا، چه عروسی، چه مهمانی، اینا رو باید ممنوع کنیم. حالا دبیا روی شیخ فری سنگ پای قزوین رو از دور رقابت ها حذف کرده. کل اجتماعات مملکت عزا و عروسیه. چرا نمایش جمعه رو تعطیل نمی کنی ها؟ چرا نوندونی آخوندها تو امامزاده ها و مراقد رو تعطیل نمی کنی ها؟ چرا مثل سایر کشورها زندگی مردم رو تو قرنطینه تأمین نمی کنی؟ بله، هیچ کدوم این کارا رو نخواهید کرد. چرا؟ آخه این کارا قیمت داره. حالا نسخه بعدی رو داشته باشین. ما گفتیم مترو باید چگونه باشه، اتوبوس باید چگونه باشه، تاکسی باید چگونه باشه، اینا همه نظارت میخواد. ولی خب عمل نمیشه. خب عمل نشه چه تأثیری داره؟ ما اینجا تصویب میکنیم، برای خودمون که تصویب نمیکنیم، باید اجرا بشه و عمل بشه. وابیلا چی تصویب میکنیم واسه خودتون ها؟ بازگشایی کرده و میگه ملت برن سر کار. با چی برن؟ با اتوبوس یا مترو؟ تو اتوبوس و مترو که جای سوزان انداختن نیست، چجوری فاصله رو حفظ کنن؟ ها؟ چطوری؟ یارو حتی یه اتوبوس یا یه واگن اضافه نکرده، بعد نسخه میپیچه که فاصله بگیرین از هم. ای رو تو برم، لعنت بر شماها. حالا ملاحظه فرمایین که اصل ترس و لرز از کجاست؟ راحت ترین راه اینه که ما بگیم فعالیت تعطیل. این دیگه از این راحت تر نمیشه. روز بعدم مردم از به هم ریختگی و گرسنگی و فشار و مشکلات بیان اعتراض کنن. این دیگه این راحت ترین کاریه که میشه کرد. وای مغیر میاد که میخوان با فرستادن مردم روی میدون مین کرونا از قیام و اعتراض جلوگیری کنن، اما خطشون شکست خورده، دستشون رو شده. یادتونه یارو نمکی هم میگفت در برابر اقتصاد زانو زدیم؟ یکی منو. حالا آخوندا به این ترتیب هم چوب خوردن و هم پیازو. آره، ارتش گرسنگان و بیکاران چنان بلایی سرتون بیارن که درس اول و آخرتون بشه. آره دوستان، خدا نگهدار تا یه موشکافی دیگه.